سیمرغ مرغی سفسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغی است فراخبار و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره‌ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه طیر عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. هدهد با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغی است با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب فیض و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار، تنها سی مرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند،
به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران رستاخیز سیمرغ. به نام خاک پاک ایران، به نام شهریار ایران زمین، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که در 12 بهمن ماه 2578 شاهنشاهی با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ همراه ما هستید. امیدوارم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و در آغاز بریم سراغ دوست و همرزم عزیزم جناب سعید قاسمی. سعید جان درود بر شما. من درود میفرستم به شما جناب کمالپور، درود به همه دوستان عزیزان، بچه‌های رستاخیز سیمرغ که الان برنامه رو به صورت لایو میبینن یا بعداً توی تلگرام، یوتیوب و جاهای دیگه. امیدوارم که خوب و خوش باشید دوستان. این برنامه توی اینستاگرام رستاخیزم الان پخش میشه. اگه مشکلی اونجا هست لطفاً بیاید توی فیسبوک بنویسید، چون کامنت‌های اونجا دیده نمیشه. توی فیسبوک هم لطفاً عزیزان برنامه رو پخش کنید، برای دوستانتون بفرستید توی گروه ها، چون مطالب مهمی در این برنامه طبق معمول همیشه گفته خواهد شد که صداش بعداً در میاد. بریم جناب کمالپور سراغ برنامه. خدمتتون عرض کنم دوستان، همونطور که جناب قاسمی هم اشاره کردن، این برنامه هم طبق معمول سایر فعالیت های ما یک برنامه بسیار مهم هست. اتفاقاتی که قبلا ما اعلام کرده بودیم، اما یک سری اسنادی هست که شما باید ببینید حتما. یک سری اتفاقات در آینده رخ خواهد داد که حتما باید بشنوید و در جریان باشید و اشتراک گذاری کنید، پخش کنید تا سایر همیهنانمون هم در جریان قرار بگیرن. اما قبل از شروع برنامه من یک مطلبی رو در رابطه با برای بار هزارم در خصوص پتیشن ها صحبت کنم و بگم که این پتیشن ها داستانش چیست. پتیشن هایی که شما میبینید هر از چندگاهی در سوشیال مدیا و در دنیای مجازی شروع میشه به پخش شدن، اما یک سری از همیهنان عزیز ما باز هم از سر عشقی که به ایران دارن، از سر میهن پرستی، ندونسته در این دام ها گرفتار میشن. ببینید عزیزان، پتیشن ها یک قانون کاملا مشخص داره. شما اولا به ندرت میبینید پتیشن هایی که در رابطه با ایران طراحی میشه به 100,000 امضا برسه و این یک برگه برنده است دست جمهوری اسلامی که میتونه در سازمان های بین المللی، در جامعه بین المللی از اون به عنوان کمترین سطح مخالفان نسبت به جمهوری اسلامی ازش بهره برداری سیاسی بکنه و یک سند کاملا معتبر هست. وقتی شما یه پتیشن میبینید در رابطه با مثلا اینکه کلید سفارت شاهنشاهی در آمریکا رو بسپارن دست شاهزاده رضا پهلوی، با یک تیر همزمان چند نشون رو دارن میزنن. وقتی شما پتیشن میبینید که میگن آقا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو تحریم کنید، صدا و سیما 3 ماه پیش تحریم شده و اگر این پتیشن به 100,000 امضا نرسه چه اتفاقی رو خواهد داد؟ همون پتیشن در اختیار جمهوری اسلامی هم هست و ازش در مجامع بین المللی بهره برداری میکنه که ببینید مردم من، مردم ایران، مردم ایران در خارج از کشور مخالف این هستن شما مثلا اومدین تحریم کردین. اینها یک سری برگ هایی هستش که مزدوران جمهوری اسلامی میزنن و برخن بعضی از میهن پرستان رکب میخورن. اما بریم سراغ برنامه امروزمون. امیدوار هستم که در رابطه با این پتیشن ها دقت بکنید، الکی امضا نکنید و الکی هم پخشش نکنید.
پتیشن ها هم که از 100,000 تا امضا به بالا برسه، اون سازمان، اون شخص، اون نهاد، اون حزب، هر کسی که باشه اون پتیشن رو طراحی کرده و حالا روی سخنش کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکاست، مایک پامپئو، دونالد ترامپ، هر کسی که هست میتونه ثابت کنه که یه اپوزیسیون 100,000 نفره است و از یک سری NGO میتونن حداقل 3 میلیون دلار پول بلاعوض بگیرن، همونطوری که تا الان دیدید علی جوانمردی در دو مقطع این پول رو گرفته و این پتیشن هیچ کدام از دردهای مردم ایران رو دوا نکرده و هیچ طریقی راهی نبوده برای گذر از جمهوری اسلامی. یه مقدار فکر میکنم زمان رسیده که هوشیار باشیم، رکب نخوریم، حداقل خودمون به خودمون پشت پا نزنیم با سر بریم رو زمین. اما بریم سراغ برنامه و اون این که درود جناب جوان عزیز، در هفته گذشته یک کنفرانسی در کنفرانس خبری در ایالات متحده انجام شد با حضور بنیامین نتانیاهو و دونالد جیم ترامپ، مربوط به معامله بزرگ قرن. اتفاقاتی که در کنار این معامله بزرگ قرن داره شکل میگیره چیزی نیست جز برنامه هایی که در طول 50 سال اخیر برنامه ریزی شده و به اجرا در اومده و امروز چون زمان چیدن میوه این کشت و داشت و برداشت 50 ساله است، امروز این کنفرانس خبری، این نشست خبری رو میذارن که بگن آقا ما یه همچین طرحی داریم. بریم سراغ این طرح با جناب قاسمی شروع کنیم، ببینیم که ما رو دارن به کجا میکشونن و چجوری دارن ما رو خواب میکنن. جناب قاسمی بفرمید. بله سپاسگزارم. منم درود میفرستم به دوستان عزیز، جناب جوان و دوستان دیگه که تازه به جمع ما پیوستن. معامله قرن یا معامله ایران عراق افغانستان، این شاید نزدیک 12 ساعت قبل از اینکه اعلام بشه این جریان توسط کاخ سفید آمریکا، خب ما قبلش برنامه‌مون رو گذاشته بودیم، صحبت‌ها رو انجام داده بودیم، همه مسائل رو گفته بودیم. ما چند ساعت قبلش هم یه پستی فکر می‌کنم گذاشتیم روی برگه، رو بر صفحه من شاید باشه، چند بند رو در این پست اشاره کردیم قبل از اینکه اصلا به قول معروف رونمایی بشه از این طرح و از این معامله‌ای که تحت عنوان معامله قرن یا معامله صلح خاورمیانه ازش نام برده شد. مطالبی رو اونجا گفتیم و امروز داریم بهش اشاره میکنیم، شاید اسنادش هم ارائه میدیم که ببینید چه اتفاقی داره میفته، تحت چه نامی، هدف کجاست و برنامه آیندهشون چیه. ولی برای اینکه بخوایم اینو بازش کنیم و اصلا متوجه بشیم داستان از چه قراره، متوجه بشیم بازی از کجا شروع شده، باید برگردیم بریم به سال 1357 یا 1979، چون بازی از اونجا شروع میشه، یعنی از قبلش شروع شده اما بازی که الان ما درش هستیم دقیقا از 22 بهمن شروع شد، استارتش خورد و تا امروز هم ادامه داره. کسایی که مستندی تحت عنوان مستند آریامهر از من و تو رو دیده باشن، همین یکی دو ماه پیش این مستند منتشر شد و داخل این مستند مصاحبه هایی بود از شاهنشاه آریامهر با رسانه‌های مختلف در سطح بین‌الملل و سخنان شاهنشاه آریامهر رو شما میتونستید توی این مستند بخشای مهمش رو در بیارید. چون فرصت نشد توی برنامه ما نمیخوایم بریم سراغ اونا و اونا رو بیاریم، ولی به دوستان میگم حتما برید این مستند رو نگاه کنید. یه مطلب خیلی خیلی مهمی توی اون مستند هست، اونم دیدگاه شاهنشاه آریامهر در مورد به قول معروف پیشروی اراضی که تحت کنترل اسرائیل هست و مواضعی که ایشون داشتن در مقابل کارهایی که اسرائیل داشت در اون تاریخ انجام میداد و ایستادگی که شاهنشاه آریامهر انجام دادن و انور سادات و دیگه یه سری به قول معروف سرزمین ها رو از دست اسرائیل خارج کردن و اسرائیل رو به عقب روندن. مواضع شاهنشاه آریامهر کاملا مشخص بود که دنبال چی هستن ایشون، نظرشون چیه در مورد اتفاق بین اسرائیل و فلسطین. و حالا الان بعد از 40 سال یه سری ها میان میگن که نه، شاهنشاه آریامهر هم موافق بود با اینکه اسرائیل مرزهاشو گسترش بده و از اینجور مسائل. میتونید برید این مستند رو نگاه کنید، مستند صحبت های خود شاهنشاه آریامهر در همون تاریخه، ایشون هم الان زنده نیستن که بخوان
بگیم این صحبت رو جل کردن یا جل زدن یا هر چیز دیگه. اینو گفتم تا ببینید آغاز دشمنی و آغاز نابودی ملت ایران از کجا کلید خورد، برای چی کلید خورد و جمهوری اسلامی چه نقشی رو بازی کرد. زمانی که دیدگاه نظر شاهنشاه آریامهر این بود و منطقه هم رو حرف رو حساب اعتباری که ایران داشت، تقریبا میتونم بگم رهبر اون منطقه خاورمیانه شخص پادشاه ایران بود و اسرائیل هم به خاطر اینکه کشوری بود که 40 سال 30 خورده ای سال بود به رسمیت شناخته شده بود، بیشتر مواضع اسرائیل به خطر افتاده بود و از طرف دیگه هم همه اون کشورهای منطقه با اسرائیل دشمنی داشتن. اینا یه پرانتز باز کنم، این وسط وقتی صحبت از کشور اسرائیل میشه لطفاً جکوجنورای مثل موش و این افرادی که توی تلاوی با این ورمان نشستن نیان دوباره بچسبونن بگن نه اسرائیل ستیزن یهود ستیزن. نه، ما داریم بحثی رو مطرح میکنیم و برای ما هم کشور ایران مهمه، نه هیچ کشور دیگه، نه هیچ مردم دیگه، نه اصلا با جای دیگه کار داریم. هدف صحبت کشور ایرانه و بلا و بدبختی که به سر ملت ایران در اومد. اینم تو پرانتز خواستم بگم. خب یکی از طرحهایی که مافیا برای نابود کردن ایران و در رأس این جریان نابودی اون سیاست صلحی که شاهنشاه آریامهر توی خاورمیانه بنا نموده بود و داشت رهبری میکرد، یکی از کارهایی که این جریان مافیایی انجام داد رخنه در سیستم امنیتی کشور ایران، سیستمی که همه باش آشنا هستید به اسم ساواک. و قبل از اون مسائل طرح‌ها و ایده‌ها و سناریوهایی که این جریان موساد و بخش دیگه از مافیاها اومدن توی سیستم ساواک پیاده کردن برای انحراف افکار امت متاسفانه شکم سیر کشور ایران با کمک روشنفکران، ما باید ببینیم این از کجا استارت خورد. یه سند شما الان امروز خدمتتون ارائه میدیم، قبلا هم در موردش صحبت کردیم و این سند هم سندیه که نه مربوط به امروز، نه مربوط به رستاخیز سیمرغ، نه مربوط به جمهوری اسلامی، نه مربوط به ایکس، نه مربوط به وای. سندی است که مربوط به دادگاه‌های بعد از فاجعه 57 و مسائلی که توی اون دادگاه مطرح میشه. توی این سند شما میبینید که یکی از اعضایی که به هر حال اعضای شاید رد بالای ساواکم بوده در اون روزگار، خودش میاد یک اعترافی رو میکنه که این اعتراف استارت این کاری بوده که این مافیا درون سیستم امنیتی ایران پیاده کردن و به خاطر با برای استفاده از این ابزارها به خاطر جنگ روانی که بعد از مدتی ملت بیاد توی خیابون، امت بیاد توی خیابون و سرشون رو بالا بگیرن و دنبال خمینی در ماه بگردن. اینو جناب کمالپور این ویدیو رو لطفا اگه دم دسته اینو نشون بدید تا بریم سراغ بقیه جریان که در نهایت بسیم به طرح معامله ایران، افغانستان و عراق. مهران جان هستی؟ بله. حتی آموزش ساواکو که پرسنل تهیه میکرد مامورین موساد زیر نظر داشتند و تحت نظر اونها کتابها ترجمه و آموزش داده میشد. از جمله طرح کار نظر میکردند. حتی آموزش ساواکو که پرسنل تهیه میکرد مامورین موساد زیر نظر داشتند و تحت نظر اونها کتابها ترجمه و آموزش داده میشد. از جمله طرح‌هایی که تحت عنوان طرح عملیات روانی مأمورین موساد به ما ارائه طریق کردن، طرحی بود که برای سست کردن اعتقادات مذهبی بود در موقعی که انقلاب ایران داشت نضج می‌گرفت. این طرح تحت عنوان طرح ماهان در ساواک برای سست کردن اعتقادات مذهبی مردم
انجام شد. روابط ما با مامورین موساد و مامورین اطلاعاتی اسرائیل تا این حد نزدیک بود. طرح ماهان طرحی بود که برای ایجاد انحراف مذهبی و سوس کردن اعتقادات و پایه‌های مذهب صورت گرفت که مردم معتقد به خرافات بشن، خرافات رو بپذیرن و بعد چون خرافات رو خیلی ساده در قسمت‌های مختلف میشه رد کرد، پس اعتقادات مذهبی اونها هم به همون صورت سوس میشه و میتونیم رد بکنیم. این طرح در زمان نخست وزیری ازهاری انجام شد. 20 میلیون تومان دولت تصویب کرد، در اختیار ساواک گذاشت. این 20 میلیون تومان قسمت اعظمش به روحانی نماهان داده شد که در این مورد تبلیغ بکنن و حتی کیس هایی هم صورت گرفت، از جمله خواب نما شدن که یک روحانی نمایی در خواب دید که امام رضا رو، که امام رضا به او توصیه کرده که شاه رو محافظت کنید، او رو بهش کمک کنید، او باید در ایران بمونه. و یا اینکه مولای قرآن بودم، مولای سوره بقره بودم که هر که ساعت 3 بعد از ظهر قرآن رو باز کنه در روز به خصوصی لای سوره بقره یک مو هست. و یا دیده شدن تصویر امام در کره ماه که تمام این طرفا در تهران بلکه در ایران انجام شد. بله دوستان، همونطوری که جناب قاسمی اشاره کردن، این ویدیو مربوط به دیروز و یک سال پیش نیست، مربوط به بازجویی هایی هستش که از سال 57 بهمن 57 شکل گرفته و تا این ویدیو هم فکر کنم حدوداً یک ساعت خورده در یوتیوب هست، شما میتونید پیدا کنید. این بخشش 3 دقیقه و خورده ایه به اسم دیدن امام در ماه، برنامه‌ای که الان شما ملاحظه کردین در یوتیوب به این اسم سیو شده. بفرمایید جناب قاسمی. بله خب، همونجوری که دوستان شنیدید، داستان خمینی در ماه، سوره در بقره و بقیه مسائلی که الان این شخصی که آدم کمی هم نبود، مشاور امنیت ساواک بود، این شخصی که الان صحبتش رو شنید، حالا اینو الان دیدید. جریان مافیا نیاز داشت، مافیای جهانی، مافیا ایران ستیز نیاز داشت به یک کشوری در اون منطقه که این کشور رو به صورت دشمن خودش در بیاره در ظاهر، اما در حقیقت دشمنی باشه که این دشمن تحت مدیریت خودش باشه. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابلش رو، دشمن مقابلش رو به گونه‌ای باید معرفی میکرد که این جریان 100% با مثلا جریانی به اسم اسرائیل دشمنی داره. همین کار رو با آمریکا هم انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی شما از اول روز 22 بهمن میبینید چند تا شعار خاص یه دفعه مطرح میشه: مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس. انگلیسی که همیشه، انگلیس مادر همه این جریان هاست، اونو اصلا بدش کنید، اونو بذاریدش کنار. اما من با دو تا جریانش کار دارم: مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلی که ملت از امت، یعنی از سال 1357، 22 بهمن 57 تا به همین امروز دارن روی این دو تا شعار مانور میدن. و این مانور دادن ها دقیقا برای اینه که در افکار عمومی و در ظاهر شما فکر کنید که جمهوری اسلامی و اسرائیل و جمهوری اسلامی و آمریکا با هم دشمنی خونی دارن. اینو اگر برگردید برید توی داستانهای گذشته، یه نمیدونم خود حتی قوم یهود هم داریم، اون برادران یوسف و اون جریانهایی که هست از این کلکهای مرغابی، معمولا توی اون تاریخ ها هم توی افسانه‌های خودشون هست، از این کلکها هم زده شدن. اینو میخوام به شما بگم فکر به چه گونه‌ای بود که با سیستم پادشاهی ایران نتونستن این معامله رو بکنن، چون پادشاه حرفش رو میزد. پادشاه میرفت در مجامع بین‌المللی یا در رسانه‌های گردن کلفت اون زمان آمریکا یا اروپا یا هر کجای دیگه و حرفش رو میزد و میگفت اسرائیل باید مرزهای فلسطینی رو که اشغال کرده یا نکرده، حالا اون روزگار، باید اینا رو تحویل فلسطین بده. و اون اتفاقی که به قول معروف همه اون سالها و همین امروز هم صحبتش هست، اصلا هم کاری من به اون جریان ندارم،
کی حق میگه کی ناحق میگه کاری ندارم. من دارم دارم بازی اون روزگار رو میگم. خب باید سیستم شاهنشاهی ایرانی که حاضر نبود نقش بازی کنه، در ظاهر بیاد بگه که من مخالف اسرائیلم، مثلا در پشت پرده بیاد برای اسرائیل کار انجام بده، این سیستم باید برداشته میشد. حالا که این سیستم باید برداشته میشد، سیستمی باید میومد جاش که این سیستم از روز اول اعلام دشمنی بکنه با کشوری مثلا به اسم اسرائیل و کشوری به نام آمریکا. اولین بار اینو دارم ادعا میکنم، جناب کمالپور هم هست، اولین بار رستاخیز سیمرغ بود که اومد و گفت شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلی که جمهوری اسلامی از روز اول داده تا به امروز برای فریب بوده و جمهوری اسلامی دست نشانده مستقیم اسرائیل، آمریکا، انگلستان و روسیه در داخل ایران. یعنی حکومتی نیست که این حکومت مثلا مردم فکر کنن که یک حکومتی هست که با این کشورها دشمنی داره، نه، نماینده اون جریان هاست در داخل ایران که با مردم ایران دشمنی داره و کارهایی که انجام میده در راستای سیاستی که اون ارباب ها در خارج از کشور، در خارج از ایران بهش دستور میدن و مو به مو طبق برنامه هم جلو میره. اینو اولین بار رستاخیز سیمرغ گفت و خوشحالم از این که اصرار و تأکید و اسنادی که ما تا به امروز ارائه دادیم به این سمت رفته که مافیای رسانه‌ای رو مجبور کردیم بعد از چهل سال مجبور کردیم که بیان و بخشی از واقعیت رو بگن. بخشی از واقعیت چیه؟ بخشی از واقعیت اینه که جمهوری اسلامی مستقیم داره توسط اسرائیل و آمریکا، حالا مادرشون که انگلستانه بماند بذارید کنار، داره کنترل میشه و داره مدیریت میشه برای منافع خودش. شما تا قبل از برنامه رستاخیز سیمرغ هرگز ندیدید در یک رسانه‌ای مطرح بشه که جمهوری اسلامی بهترین دوست اسرائیل است. هرگز ندیدید اراذل اوباش 57 بیان اعتراف کنن که بله، اسرائیل، جمهوری اسلامی دست نشانده اسرائیل و بهترین کمک رو در طول این سالها به اسرائیل کرده. اینو دارم میگم برای اون امتی که هنوز هم توی ایران اگر صدای ما رو میشنون فکر میکنن که وقتی جمهوری اسلامی تو نماز جمعهش میگه بگید مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، این حرفش حرف واقعی و حرف به قول معروف حرف دلش باشه. نه، حرفیه که برای خر کردن همون امتی که اون پایین نشستن داره میزنه، که در حقیقت خود اون شخصی که داره این حرف رو میزنه شعار رو داره میگه مأمور مستقیم این دو تا کشوره. جام کمالپور، من تا اینجا توضیحات دادم، شما اگه توضیح دارید بدید و بعد بریم سراغ اون دو تا اعتراف، یک ایران اینترنشنال و دو محسن سازگارا و علیرضا قوری‌زاده بعد از برنامه‌های رستاخیز سیمرغ. بله، سپاس از شما. من فکر کنم اصل کاری ها رو شما گفتین، فقط تاکید بر این من میکنم، آکسان میذارم روی این قضیه دوستان، که اینو بدونید این پروژه ها تماما برنامه ریزی شده و از قبل از سال 57 در حال اجرا بوده. یعنی شما فکر نکنید سال 57 به بعد یه دفعه یکی میاد مثل روح‌الله خمینی که امروز روز نحس ورود خمینی گجستک به کشور عزیزمون هست و پایان اقتدار ایران و ایرانی در جهان، وارد ایران میشه و اعلام میکنه که خب از این بعد باید این شعارهای مرگو بگید. یکی از سیاستگذاری های کلان در جهان، همیشه بدونید وقتی واژه مرگ استفاده میشه در قبال یک حکومت برای یک حکومت دیگه، اینکه یه مردم بیان بگن مرگ بر خامنه‌ای، دلیل بر قدرت گرفتن اون نیست، چون مردم ابزار قدرت نیستن در کشور الان. اما زمانی که حکومتی که بر روی کاره و ایران رو الان اشغال کرده از روز اول میاد از واژگان مرگ استفاده میکنه، یعنی دشمن خیالی ساختن هم برای مردم خودش هم برای جامعه بین المللی. اسرائیل دشمن خیالی میسازه هم برای مردم خودش هم برای جامعه بین المللی. آمریکا دشمن خیالی میسازه هم برای مردم خودش هم برای جامعه بین المللی. از گلالود کردن فضای سیاسی و اون روابط دیپلماتیک بین این کشورها
هر کدوم از این قدرت‌های برتر جهانی ماهیگیری لازم خودشو به موقع انجام میده طبق اون برنامه‌ریزی که داره. اما وقتی شما به مثلث قدرت در خاورمیانه نگاه میکنید، یعنی اسرائیل، عربستان، ایران، تا سال 57 همیشه رأس هرم ایران بوده بر اساس سیاست خارجی که حکومت شاهنشاهی، شاهنشاه آریامهر و دولت‌های مختلف تحت شرایطی که بوده اجرا گذاشتن، رأس هرم همیشه ایران بوده نه کشور دیگه. و اگر این روند 41 ساله رو نگاه بکنید، در بین این سه قطب عملا اسرائیل شده اول، اینو قبلا هم حدودا دو سه ماه پیش اشاره کردیم بهش، اسرائیل شده قطب قدرت در خاورمیانه، عربستان دوم و ایران سوم. این نیستش که جمهوری اسلامی از روزی که اومده مدیریت بلد نباشه. واژگانی که استفاده میکنیم در دنیای سیاست، چه در دنیای مبارزه و چه در مبارزه سیاسی، باید بدونیم تعاریف خاص خودشو داره. کسانی که دنبال این هستن بگن بی تدبیرن، مدیر نیستن، مدیریت بلد نیستن، مدیریت کشور نمیدونن، بعضن باز به ندرت شما میبینید ایرانیان میان پرست بیان این حرفو بزنن. کسانی هستن که دنبال اصلاحات هستن، دنبال استعفای علی خامنه‌ای هستن و به اصول اصلی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد راسخ دارن، اما به اصلاحات گرویدن تا با یک رفرم شکلی بخوان عوض بکنن داستانشونو. به همین دلیل ما باید بدونیم در چه جایگاهی، چه جملاتی، چه تأثیراتی رو در روند سیاست‌های داخلی یا خارجی داره. بریم این ویدیوهایی که جناب قاسمی اشاره کردن رو ببینیم، با هم دیگه برگردیم. مهران جان اولین ویدیو ایران اینترنشنال رو بذار، بعد محترم صادقانه. من یه توضیح قبل از ویدیو بذارم دوستان. اول من نمیدونم چرا تصویر من جناب کامپور توی اسکایپ همچین سکته داره، نمیدونم، شاید هم مشکل مال سیستم منه. ولی اونجایی که این آقای در ایران اینترنشنال صحبت میکنند، کارشناسان اسرائیلی این رو میگن، شما کارشناسان اسرائیلیشو بردارید رستاخیز سیمرغ رو بذارید. توی صحبت‌های محسن صادقانه هم وقتی صحبت از فعالان میشه، فعالان سیاسی میشه، فعالان سیاسی فلسطینی، چون شما عین این حرفایی که الان توی این ویدیو میشنوید فقط و فقط و فقط در برنامه رستاخیز سیمرغ شنیدید و بحثتون الان جمله‌ها براتون آشنا به گوشتون متوجه میشه. خانم کار ازده همینو از اون بپرسم، چون با این با صحبت آیا موافقید یا نه؟ چون حتما شما هم شنیدید از بعضی از تحلیلگران اسرائیلی که میگن که خدمتی که جمهوری اسلامی در این 40 سال به اسرائیل کرد و به تندروها و دست راستی‌ها در اسرائیل کرد، در این که همواره بتونن سیاست‌های خودشون رو انجام بدن و نقش قربانی در واقع داشته باشن در چشم جامعه بین‌الملل، هیچ حکومت دیگری بازی نیست. در واقع جمهوری اسلامی خدمت کرده به گسترش اسرائیل و قربانی شدن بیشتر فلسطینیان. منم همینطور فکر میکنم و حتی شاید باور نکنن خیلی ها که خود فلسطینی ها هم که ما در جاهای مختلف در محافل مختلف باهاشون برخوردهایی داریم همینجور فکر میکنن و عملیات تروریستی تندروانه و معامله رو به هم میزنن جمهوری اسلامی نشسته. و من واقعا اصلا به تئوری توته اعتقاد ندارم، ولی با دوستان فلسطینی حتما شما هم دیدید وقتی برخورد میکنی شما میبینید دلایل خیلی زیادی میارن که آقا این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه جز این که بگیم همدست جناح تندروی اسرائیل هست هیچ توجیه دیگه ای نداره. یعنی معتقدن خیلی قوی، شما هم حتما دیدین دوستان فلسطینی، بله، رو که بله. به شدت معتقدن و دلایل خیلی خوبی هم میارن برای شما که آقا نگاه کن اینجا ما داشتیم به توافق میرسیدیم اینها و جناح تندروی یهودی در اسرائیل یک مرتبه از آسمون براش نازل شد، چهار تا بمب به دست حماس و جهاد اسلامی و اینو اون گذاشتن، دختر مدرسه کشتن، تو خیابون چاقو زدن، بمب گذاشتن،
معامله به هم خورد و اینا دست جمهوری اسلامی است که این معاملات رو به هم میزن. بله، یعنی منم نمیدونم واقعا، میگم من هیچ اعتقادی ندارم به تئوری توته، ولی انقدر این دلایل وقتی میچینیش کنار هم میبینی خب یکی از بهترین به اصطلاح تحلیل هایی که نخ میکنه این اطلاعات رو به هم دیگه اینیست که بپذیری جناح تندروی اسرائیل در داخل حکومت ایران دست داره و میتواند که این کارهای احمقانه رو سر به زنگاه ها به دست یک عده تروریست تندرو در فلسطین انجام بده. به صورت بله دوستان، شنیدید دو صحبت از مهرانگیز کار و محسن سازگارا از چهره‌های اصلاح طلبان در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، که القابی هم که مجری استفاده میکنن چه القابی هم. جناب قاسمی بفرمید. نه ببین دوستان، من بذارید به قول من رو تصحیح کنم. این سه تا شخصی که شما دیدید، که مهرانگیز کار، که محسن سازگارا و علیرضا نوری‌زاده، اینا کسانی بودن که نقش مستقیم در انقلاب 57 داشتن. اصلا بحث اصلاح طلب و اینا رو بذارید فلان سطلاش خان، کسانی بودن که خودشون رفتن در فلسطین و نمیدونم در یمن. سعید جان چهره شما تصویرت خیلی خرابه، صدات هم خرخر میکنه. بذار من یه بار قطعت کنم دوباره بگیرمت. صدات خیلی بده. دوستان ببخشید، ولی خب صدا تصویر خوب نبودش. بله جان، من فکر میکنم که اگه میبینی مشکل داره من با گوشیم بیام. الان تصویرت عالیه، صدات هم الان خوبه. نه تصویر خوب نیست. خب بفرمایید. نه عالیه، من دارم میبینم الان عالیه. شما کارتون رو انجام بدید. اونی که شما میبینی با اونی که از چیز میاد بیرون فرق میکنه، خروجی ها. من دارم تو خروجی میبینم سعید جان، شما ادامه بدید. بس صحبت من اینجا بود، افرادی مانند محسن سازگار و علیرضا نوری‌زاده، مهرانگیز کار، اینا کسایی بودن که خودشون نقش مستقیم داشتن در انقلاب 57، یعنی کسایی بودن که رفتند با بقیه چریک چروک‌ها تحت نظر یاسر عرفات و امثال اینها آموزش دیدن برای به قول معروف اون جنایت در سال 57. یعنی چی؟ یعنی وقتی این افراد مجبور میشن بیان و بگن آقا این درسته و این بعد از 40 سال مرگ بر اسرائیل گفتن، بیان و مجبور بشن بگن بله جمهوری اسلامی بهترین دوست اسرائیله و در نتیجه جمهوری اسلامی داره توسط اسرائیل کنترل میشه و داره توسط اسرائیل مدیریت میشه، این همون دشمن فرضیه که جناب کمالپور اسم قشنگی روش گذاشتن، دشمن فرضی. این اون برای جریان هم داره، یعنی اون برای سکه هم داره. اون برای سکه کجاست؟ که هر وقت جمهوری اسلامی، مردم ایران در داخل ایران بلند میشن و میخوان کاری رو انجام بدن، حرکتی رو انجام بدن، یا حتی میاد توی خیابون قیام میکنن، شعارهایی رو سر میدن، اون مافیای رسانه‌ای که باز پشتش وصل میشه به همین جریان، یک مردم ایران رو سانسور میکنه و دو یه دفعه میبینید شما این ور در اسرائیل هم یک گروبان قندلی بلند میشه و میگه که بله ما باید خودمون رو آماده کنیم برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی، یا از طرف دیگه مثلا حمله کنیم بزنیم چند تا پایگاه جمهوری اسلامی رو در سوریه و این ور اونور بفرستیم هوا، که جمهوری اسلامی هم بهانه این رو داشته باشه که من الان در جنگم، اگه کسی بیاد توی خیابون میذارم تو سرش به قول جناب مهرانی که مثلا هویج بره پایین. یا هر وقت خود اسرائیل در مجامع بین المللی به قول من همینجور که این همین جملات ما رو ناد این یارو توی ایران اینترنشنال از مهرانگیز کار میپرسه، هر وقت پاش گیر میکنه در مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی ببینید دو تا قربان قندری از اون ور یه حلبی رو میذارن روش هم مینویسن اسرائیل باید نابود گردد، و این میشه بهانه ای برای مظلوم نمایی سیاستمدارای اسرائیلی که بتونن اون حق خودشون رو بگیرن یا اون باج رو بگیرن یا هر چیزی که بخوان به قول معروف بگیرن رو بتونن به این هوا بگیرن. این وسط که این داره به این کمک میکنه، این هم داره به این کمک میکنه، یه سری مردم هستن این وسط که این مردم و کشور ایرانه که داره نابود میشه.
منابع کشور ایرانه که تا به امروز هزینه شد برای امنیت اون جریان و پیشبرد اهداف اون جریان، و از الان به بعد که میاد به معامله قرن میرسه یا طرح معامله قرن میرسه، حالا بریم ببینیم بقیه این جریان دوتا دشمن ظاهری اما دوتا دوست و هم پیمان و هم قسم با هم چه خوابی برای ایران دیدن. و اولین بار باز از رستاخیز سیمرغ شما دارید این مطالب رو میشنوید که طرح صلح خاورمیانه یا معامله قرن در حقیقت معامله سه کشور بود: ایران، افغانستان و عراق. افغانستان و عراقش که اصلا به ما ارتباط نداره، کشورهای خودشونن، اما ما رو ایرانش کار داریم که حالا صحبت میکنیم. خیلی ها، تحلیلگران، برنامه سازان، اپوزیسیون، شخصیت های دوزاری 57 اومدن و صحبت میکردن در این مدت که نه، حق فلسطین داره ضایع میشه، اسرائیل داره زور میگه، یا اسرائیل داره درست میگه، فلسطینی ها دارن زور میگن. اما اون چیزی که باید میدیدید چیزی دیگه است، بحثی دیگه است، مطلبی دیگه است. و دقیقا این معامله، طرح معامله قرن هم همون مثل اتفاق یک سال 57 برای ما رقم زدن که روز اول بگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اما هم اسرائیل داره ازتون میبره، هم آمریکا داره ازتون میبره، هم انگلستان داره ازتون میبره، و کلاه بزرگ سر شما ملت رفته. که اینو فکر میکنم حالا جناب کمالپور توضیح میده، اسمشو میشه گذاشت خطای دید یا ایجاد خطای دید، برای اینکه جای دیگر رو شما نگاه کنی، جای دیگه دست بره توی جیبت و اصلا حواست نباشه. مراجع اینه توضیح بده رو زمینه که اون کلیپ یه دقیقه هم داری. کدوم کلیپ ها سعی جان؟ کدوم خطای دید؟ آه خطای دید. من شما توضیحش رو بده، حتی اینو میتونی اشاره کنی توی کانال جمهوری اسلامی هم یه اتفاق میفته، یعنی ترفند یه کمیش ازش استفاده میکن. بله خدمتتون عرض کنم، ما در رابطه با مسائلی که داریم صحبت میکنیم تأکیدن برای بار چندم قبلا توضیحات لازم و کافی رو دادیم، اما از اونجایی که همیهنان عزیز دقت کافی رو ندارن مجبوریم هی تکرار بکنیم. یکی از بزرگترین مسائل عزیزان اینه که بدونیم آن چیزی که سیاستگزاران تصمیم میگیرن، ارجاع میدن به سیاستمداران، به گاورمنت ها در کشورهای مختلف، و اونها میان در مدیا، در رسانه های تصویری بیان میکنن، دقیقا عکس همون در پشت پرده واقعیتش داره اتفاق میافته. شما در جلوی پرده چیزی رو شاهدش خواهید بود که پشت پرده اصل کار، کارگردان، تهیه کننده، فیلمنامه نویس، نمیدونم گیریمور، همه اونها اونجا نشستن و اون چیزی رو به شما نشون میدن که شما دوست داری ببینی. چرا دوست داری ببینی؟ یه مطلبی رو من در تجمع هامبورگ اعلام کردم در رابطه با اینکه جامعه جهانی فرقی نمیکنه چه کشوری باشه، برای رسیدن به اهداف سیاسی خودش در چشم‌اندازهای مختلف حاضر از مردم کشور خودش سپر انسانی بسازه. این اصلا فرقی نداره که آمریکا باشه یا جمهوری اسلامی. فرق عمدش کجاست؟ فرق عمدش اینه که آمریکا در طول 40 سال، 50 سال، 60 سال یک بار این کارو میکنه، اما یک حکومت دست نشانده اجنبی ضد ایرانی هر ثانیه این کارو میکنه، به روش ها، با ابزارهای مختلف، با برنامه های مختلف این کارو میکنه. از سال 57 که میاد با قتل و کشتار و اعدام و تیربارون میاد، با جنگ ادامه میده، با کشتارهای دست جمعی فله‌ای ادامه میده، با کشتارهای شبانه مخفیانه ادامه میده، در قیامهای مختلف مردم رو به کشتن میده، با هواپیما میکشه، با قطار میکشه، با اتوبوس میکشه، با زلزله میکشه، با سیل میکشه، با ریزش تونل میکشه و با انواع بیماری ها، ویروس های مختلف. این تنها تفاوتشه. اما جامعه جهانی بر اساس اون جامعه شناسی که نسبت به افراد اون جامعه داره میاد دست میزنه به خطاهای دید ایجاد کردن برای مردم، فرقی هم براش نمی کنه.
مردم ایران امروز وقتی بهشون نگاه میکنیم، از جمله خود ما همه ایرانی هستیم، شدیم 85 میلیون مدعی که هیچی بارمون نیست. مدعی هستیم در رابطه با مثلا رشته روانشناسی درس خوندیم، رفتیم ادامه تحصیل دادیم، تحصیلات عالیه داریم، حتی در مقطع دکترا، دیگه بالاتر از این که نمیشه. دکتر روانشناس چه مرد باشه چه زن، در رابطه با یک زنی که پا به ما هستش و میخواد زایمان کنه اظهار نظر میکنه، در رابطه با مدیریت صنعتی اظهار نظر میکنه، در رابطه با شیوه کشورداری اظهار نظر میکنه، در رابطه با نحوه گرفتن سکان کشتی در دست کاپیتان یا یک سکاندار کشتی اظهار نظر میکنه، در رابطه با باز و بسته کردن انجین یه موتور اظهار نظر میکنه. شدیم 85 میلیون علامه در که تماماً سیاست‌های روز جامعه جهانی رو، سیاست‌های داخلی کشورمون رو بلدیم. به همین دلیل همیشه هشتمون گروه نوعمونه. پیروز هم نشدیم و نخواهیم شد با این سیستم. چرا؟ چون خطاهای دیدی که ایجاد میکنن به عنوان تلد عمل میکنه و همه ما رو گرفتار میکنه. به موقع تله رو میچینن، ایرانی ها میافتن تو تله، گیر میکنن، بیرون نمیان. آقا چیز کنید، حمایت کنید، کلید سفارت شاهنشاهی رو بدن دست شاهزاده. آقا تله است، خطای دید ایجاد شد، مواظب باش تو تله گیر نکنی. صدا سیما 3 ماه پیش تحریم شده، پتیشن امضا کنه. آقا تله است، به پا گیر نکنید. خطای دید، وقتی خطای دید ایجاد میشه منجر میشه شما واقعیات رو نبینی، حواست از روی نقاط اصلی منحرف بشه به اون چیزی که مافیا، سیاستگزاران، افراد تصمیم گیرنده و سازنده در پشت پرده میخوان توجه جلب بشه و راحت برنامهشون رو اجرا میکنن. مثال میگم، حالا قبل از این ویدیو 1 دقیقه، یک طرحی رو، یک برنامه رو شبکه 3 جمهوری اسلامی از تلویزیون ملیش پخش کرد، باز هم رستاخیز سیمرغ اومد منتشر کرد، ایراد گرفت ازش، منتشر کرد، بعد تازه تلویزیون ایران اینترنشنال و بی بی سی و سایرین توی سوشیال مدیا اومدن بهش پرداختن. و اون چی بود؟ خطای دید. نقشه ایران رو گذاشتن با یک حاشیه بسیار نازک، الان باز اونم نشون میدیم توی یه بخش دیگه از برنامه، حاشیه نازک از دریای خزر، بعد به چی پرداختن؟ به ذرت‌های سمی پرداختن. موضوع ذرت سمی در رسانه‌ها، در سوشیال مدیا بهش پرداخته شد، خیلی از مردم ایران ویدیو رو پخش کردن، گفتن آقا ذرت سمی دارن میدن به مردم، آقا ذرت سمی دارن وارد میکنن. خطای دید رو با یک اهرم کوچیک ایجاد کردن، کسی نقشه رو ندید. اما علم روانشناسی میگه چشم داره تصویر رو میبینه، گوش داره صدا رو میشنوه، اما چشم تصویر رو در ضمیر ناخودآگاه ضبط میکنه. آهسته آهسته مردم ایران با تصویری که دارن میبینن خو میگیرن، دیگه عکس‌العمل نشون نمیدن، دیگه عامل قیام نخواهد شد، دیگه عامل اعتراضی وجود نداره، چون ضمیر ناخودآگاه دستور میده به انسان که پذیرای اون چیزی باش که در یک برهه زمانی از نقطه آ تا بی شما مدام این تصاویر رو در کتاب‌های درسی، در روزنامه‌ها، در رسانه‌ها دیدی و مغزت قبول کرده و عکس‌العملی نشون ندادی. اینو میگن خطای دید. ما بریم این ویدیو خطای دید 1 دقیقه است، ببینید، مربوط به یک فیلم سینمایی آمریکاییه. برگردیم بیایم ببینیم که دنیا دست کیه. نشونم بده چطور سر مردم کلر میذاری سایه. این گردنبندا بی ارزشن سایر. یه بچه هم اینو میفهمه.
اونو به گردن من نگاه نمی کنم، فقط برچسب قیمت رو میبینم. جزئیات خیلی مهمه. خوشخند ده. اگه گیر بیافتین چی؟ نه دست گیر نمیافتین. اگه کسی بره پیش پلیس، تنها چیزی که یادش میاد مردیه که یه چسب زخم رو دماغش بوده. میترسی داره؟ یکم. این خیلی خوب عزیزم، همه میترسن. ما چیزی که ازش میترسن از دست دادن فرصته. فقط از همین داشتم. بریم فروشگاه ترخیبون. میخواییم چند تا گردن من بخریم. از کجا آوردیشون؟ تو شما این فروشگاه رو میخواییم بخریم یا نه؟ گردن من چند؟ هر کدوم سند. هر کدوم که بخواد؟ آره هر کدوم که بخواد. این 1200 دلاری و اون 1300 دلاری رو میگیرم. متشکرم. هی صبر کن آقا. وایسا منم میخوام بخرم. هفته دیگه تولد جینا هست. من عاشق جواهر هست. بله دوستان، خطای دید ایجاد شد. خطای دید در این فیلم چی بود؟ کجا بود؟ که اون دو نفر فریب خوردن. شاید بعضی فکر کنن همون چیزی که اون شخص گفت، چسب روی دماغش. نه، قیمت 1100 دلار عدد بزرگ باعث این شد که رقم پایین و پذیرا باشه و بدل بودن اون طلا یا حالا نقره هر چیزی که بود و افراد نفهمن. ذرت سمی رو میبینیم، تصویر به اون بزرگی رو نمیبینیم. اینها خطای دیده. 41 سال خطای دید باعث این شده که مردم ایران فکر کنن واقعا جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنه و اسرائیل هم دشمن جمهوری اسلامیه. همینطور آمریکا، همینطور مثلا انگلستان. در واقع خطای دیدی رو ایجاد کردن که پشت پرده معاملاتی که دارن انجام میدن و کسی متوجه نشه. امروز کسی توجه به اسم روسیه نمی کنه دیگه، نگاه نمی کنه روسیه چه اتفاقی براش افتاده. چرا در زمان شاهنشاه آریامهر نه آمریکا نه روسیه، حالا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع، نمیتونستن در کشور ما یا در منطقه در خاورمیانه نقش آفرینی کنن؟ به چه علت؟ سیاستگذاری های ملیگرایانه شاهنشاه آریامهر و دولت هایی که تحت نظر ایشون طبق قانون اساسی مشروطه نخست وزیرش انتخاب می شد، چون تماما نگاه ها ملی بود، باعث این شده بود اهداف ها طوری تهیه بشه که طبق برنامه مدون بتونن ایران رو به یک جایگاهی برسونن که همیشه در رأس بهترین کشورهای جهان باشه. به همین دلیل شما در زمان شاهنشاه آریامهر می بینید مثلا نیکیتا خروشچف رئیس جمهور روسیه نامه ای رو ارسال میکنه به شاهنشاه آریامهر مبنی بر این که حواست به فصل ششم پیمان نامه 26 فوریه 1926 باشه، فکر میکنم 1921 که طبق این پیمان نامه من این حق رو دارم که هر زمانی احساس خطر بکنم نیروی نظامی بدون اجازه تو تو کشورت بیارم مستقر بکنم تا از خاک خودم، از منافع خودم دفاع بکنم. در پاسخ شاهنشاه آریامهر نامه‌ای که میزنه که مطمئن باشید هیچ کشوری این اجازه رو نداره که خاک ایران رو محل مناقشات بین المللی خودش قرار بده و از خاک ایران به مقصد هیچ کشوری هیچ موشکی شلیک نخواهد شد. این اطمینان و دولت و حکومت پادشاهی به اتحاد جماهیر شوروی و نیکیتا خروشچف میده.
و بعد قبول میکنه. و شما میبینید از 1962 تا 1977 اتحاد جماهیر شوروی همزمان با ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین شرکای تجاری، اقتصادی، سیاسی، صنعتی، هنری، همه چیز ایران میشن. دلیلش چیه که جمهوری اسلامی امروز که وارد خاک ایران شده 12 بهمن، تمام آنچه که در دوره حکومت شاهنشاهی ساخته شده بود و تخریب میکنه بر اساس کدوم سیاست؟ سیاست دشمن فرضی، دشمن خیالی سازی. اهدافو در ادامه بهتون خواهیم گفت با این برنامه ریزی ها به کجا رسیدن، ایرانو به کجا رسوندن و در ادامه میخوام به کجا ما رو برسونن. بفرمایید جناب قاسمی. من یه لحظه تصویر شیر اسکرین میکنم جناب کمالپور، تصویر تک من رو لطفا بذار. من از اینجا میخوام شروع کنم. یه جناب مهربانی اون نقشه رو لطفا بفرستید برای جناب کمالپور و توی فرصت مناسب حتما اگه فرصت داری تشریف بیاری راجع به اون سند کیونیم یه توضیح بدید، چون اتفاقا اون قسمت سند کیونیم باید الان توی این برنامه مطرح بشه که حالا شما اطلاعات بیشتری توی این زمینه، خوشحال میشیم اگه بتونیم از وقت شما هم استفاده کنیم. خب دوستان، این چیزی که الان روی تصویر میبینید پستیه که 28 ژانویه ساعت 1:30 بامداد گذاشته شده، پشت رو صفحه خود منم هست، پشت نام معامله بزرگ قرن. 1. واگذاری شمال غرب، غرب و جنوب غرب، غرب ایران از یک سو و شمال شرق، شرق و جنوب شرقی ایران از سوی دیگر، تحت نام دولت‌های خودمختار تحت کنترل انگلستان زیر نظر اسرائیل بزرگ. اینا رو دارم بهتون میگم، حالا ببینیم تو اینا کدوماشون توی این معامله قرن بود. 2. عقب نشینی اسرائیل از بخشای کوچکی از اراضی مورد مناقشه با عرب که به ما ربطی نداره. 3. رسمیت دادن به تاراج دریای کاسپین به روسیه، اینم داشته باشید فعلا. 4. منطقه آزاد بین المللی، معرفی کردن خلیج فارس و تنگه هرمز جدا شده از حاکمیت ایران. 5. واگذاری جزایر ایرانی در خلیج فارس به شیخک‌های حاشیه خلیج فارس، جایگزینی مافیای اصلاح طلب توی پرانتز سروس در حکومت جمهوری فدرال ایران. این ماهیت اصلی طرح سندی است به نام معامله قرن. بند 7 هم کشورهای عراق، افغانستان هم در این بازی ضرر بسیار خواهند دید. اما چیزی که در افکار عمومی بیان خواهد شد دروغ‌هایی است که دموکراسی پرستان دوست دارند بشنوند، که همون داستان خطای دیدی که الان جناب کمالپور توضیح داد. و پاراگراف آخرش هم اینه: برای کشتی‌های بی حرکت این موج‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند بازنده این بازی کیست. این قبل از اعلام طرح به قول معروف معامله قرن توسط دولت آمریکا و آقای ترامپ و آقای نتانیاهو بود. اما چیزی که بعد نمیدونم شیر اسکرین من رفت یا نرفت. خب چیزی که بعد از معرفی طرح توسط آمریکا و آقای نتانیاهو گفته شد، یک قسمتی داره توی این صحبت‌های آقای نتانیاهو که اون قسمت رو شاید که نه، به جد میگم هیچ کس، هیچ ایرانی بهش توجه نکرد و متوجه نشد چه چیزی رو ایشون گفت و چه سندی پشت پرده امضا شده. همش هم توی هیاهوی اسرائیل و فلسطین گم شد. اون شد خطای دید و اصل هدف و ماهیت این چیزیه که الان در 1 دقیقه صحبت آقای نتانیاهو شما خواهید شنید. منتها این ویدیویی که الان گذاشته میشه ترجمه یه که صدای آمریکا روش گذاشته بود، ترجمه همزمان. ویدیوی اصلی، ویدیوی اورجینال این هم که به زبان انگلیسی است، قرار یکی از دوستان 1 دقیقه شو برای ما جدا کنه بفرسته که نمیدونم چه اتفاقی افتاد نفرستاد، ولی اونو بعدا توی کامنت میذاریم که اون کسایی که انگلیسی رو میدونن
خودشون برن و واژه های کلمات انگلیسی رو قشنگ گوش کنن و اگر معنی غیر از این معنی که الان مطرح میشه داشت میتونید در موردش به قول معروف بیاید اون زیر نه.